درباره انواع ویروس قابل میمون و راه های سرایت و سرعت انتقال این بیماری برامون بگید. من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. همونطوری که می دونین امپاکس یا به قول معروف آبله میمونی ما بیش از 60-65 سال این رو می شناسیم، اما در طی زمان انواع موتاسیون مختلفی پیدا کرده، مخصوصا در سال گذشته نوع دو که پارسال بیشتر نوع دو بود که شدت بیماریزایی و سرایتش کمتر بود، اما متاسفانه امسال ما با نوع یک در تماس هستیم که تا 10 برابر میزان کشندگی، یعنی 10% از افرادی که مبتلا میشن میتونن کشته بشن. همونطوری که میدونید ابتدا در کنگو، مخصوصا شرق کنگو که معادن زیادی داره، افرادی که از کشورهای همسایه میرفتن اونجا در واقع مبتلا میشدن و وقتی برمیگشتن خانواده ها رو میگرفتن. اما متاسفانه این محدود به آفریقا نیست و الان همونطوری که گفتیم در سوئد و در پاکستان گزارشه و این افراد به در اونی که در پاکستان بودن سفری به آفریقا نداشتن بلکه به دبی داشتن، بنابراین نشون میده دیگه تمرکز در آفریقا نیست و در خیلی از کشورهای دیگه در حال رشد است. آقای علایی، کسانی که واکسن آبله میمون دریافت کردند بگید که چه مسئولیتی خواهند داشت در مقابل این بیماری ویروسی؟ آقای علایی صدای من دارید؟ پرسیدم کسانی که واکسن این بیماری رو دریافت کردند چه مسئولیتی احتمالاً خواهند داشت در برابر این بیماری؟ بله، این واکسن بسیار موثری هست. تا 85% گزارش شده که میتونه پیشگیری کنه، پیشگیری قبل از تماس. حتی فردی که مبتلا هست در 4 روز اولی که تماس بگیره از واکسن استفاده کنه، از شدت بیماری کاهش پیدا میکنه و حتی شدت انتقال کاهش پیدا میکنه. اما متاسفانه هزینه واکسن حدوداً بین 70 تا 300 دلار هست و در دسترس بودنش هم محدود هست، مخصوصا در کشورهای آفریقایی، و این مسئله مانع بزرگ هست برای دسترسی افراد. من شنیدم که گزارشی که شما فرمودید حتی در ایران هم واکسنش موجود نیست. به خاطر این توصیه میشه که راه پیشگیری مهمترین راهی هست که باید استفاده کرد، که میدونید راه انتقال از طریق خب حالا خیلی کوتاه در رابطه با راه جلوگیری و پیشگیری از ابتلا به آبله میمون بگید، دولت چه نقشی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه ما سفرهای اربعین هم در جریانه؟ برای این سفرهای اربعین بسیار نگران کننده هست. شما میدونید در فضای کوچیک تماس تعداد افراد زیادی هست و این به راحتی میتونه انتقال پیدا کنه از قطرات تنفسی، حتی از تماس دست و ارتباطهای دیگه، رابطه جنسی محافظت نشده. و با توجه به محدودیت واکسن به نظر من آموزش بسیار مهم است. افراد باید حتما از ماسک استفاده کنن، دقیقاً شبیه کرونا از دستکش استفاده کنن، سعی کنن دستاشون رو بشورن که شاید بتونن از این مسئله جلوگیری کنن. اما من بسیار نگران هستم افرادی که برمیگردن سعی کنن چند روز ایزوله بشن که خانواده هاشون مبتلا نشن. سپاسگزارم آقای دکتر کامیار علایی که دعوت ما رو پذیرفتید.